یک پوست بر پا بر جا بچه ها بیرون همه بیرون بیرون همه بیرون خیر باشه پیرکویی تو بیکار نمیتونی بشینی؟ چند دفعه گفتم کلت بوی قرمه سبزی میده گفتی نه حالا مگه چی شده؟ چی میخوای بشی؟ پای من مدرسه‌ام به ساواک باز شد و رفت دیگه حالا میدونم از این به بعد زیر ذره بینی کار ما به زندان نکشه شانس آوردی مگه ما چیکار کردیم؟ جمع نبند آقا جان ما نه و من خیلی خوب من میدونی شکایت علیه خان یعنی شکایت علیه دولت علیه شهربانی علیه ساواک علیه همه جا چرا مزخرف میگی؟ من یه شکایت نامه برای علی اصغر بر علیه اکبر نوشتم حالا اکبر شد نماینده دولت آخرش کارت به زندان میکشه منم با خودت غرق میکنی از طرف خان اومدن دنبالت بیا برو خان؟ بچه ها مدرسه تعطیل شد برید خانه هاتون من تو رو دوست دارم پسرم همینقدر که بلند شدی اومدی اینجا با بچه های مردم درس یاد میدی مایه خوشحالی منه آینده مملکت به دست آدم های مثل تو ساخته میشه خبر دارم که سرت به کار درست مشغوله این که گفتم خبر دارم واقعا خبر دارم تو معلم خوبی هستی در دور زمانی که بچه ها همه از مدرسه فرارین همین که کاری کردی بچه ها دوست دارن نتیجه فهمته همین بچه های آقای مهندس عاشق مدرسه شما و شما هستن در حالی که خبر دارن بچه ها از ترس چوب و ترکه معلمین از مدارس فرار میکنند خب تو که اینقدر جوان و خوب و فهمیده هستی ما انتظار کارهای غیر عقلانی از شما ندارم توجه بفرمایید شما آمدید برای یک کارگر ساده و نادان شکایت نامه نوشتید شاید از نظر شما مهم نباشه ولی خیلی مهمه شکایت علی کارگر نیست شکایت برای کارخانه است کارخانه من پس شکایت علیه منه شما به مردم در این یاد میدید که میتونم بر علیه من شکایت بنویسم خب اینا همه به کنار اون چی که برای من مهمه امضای کارگر است شما به اون مردی که یاد دادین که از تمام کارگرها امضا بگیرن این یعنی یه کار تشکیلاتی میدونی که سیستم اگه از موضوع پی ببره چه اقدامی میکنه این کارت اقدام علیه امنیت ملیه آره آقا بزرگ شما مسائل را خیلی گنده نکنید من مطمئنم آقای سفیدرودی به این مسائل اصلا فکر نکرده یک بنده خدای از ایشان درخواستی داشته آقا هم خواستش را اجابت کرده این حرف ها و تحلیل های شما از این اقدام واقعا ترسناکه ترسناک نیست از نظر مقامات امنیتی خیلی ترسناکه ما این حال ما که امنیت آقای سفیدرودی خبر داریم اگه با صداقت این جوان شک داشتیم الان اینجا نبود که ببین بسر جان از من به شما نصیحت سرت به کار درست باشه ببین سواد یک شمشیر یا یک تیغ دولب است آدم با سواد باید مراقب باشه که سر خودشون نبر ملتفیدی؟ معلم چیه؟ اون شکایتنامه یه نفر دیگر رو فقط نوشته میدونی هیچ که ساله جرأت نکرده علیه خان شکایت کنه؟ کارگره شکایت کرده نه آقا معلم تو نگران معلمی؟ نه
آدم بیچاره و ترسویه. از اون نترس که های هوی دارد، از اون بترس که سر وزیر دارد، حتی یک کلام هم حرف نزد. اساسا آدم محافظه کاریه، نباید جدیش بگیرم خان. ولی باید بقیه درس عبرت بگیرم. همه کارگرها رو اخراج کن، از کارخانه دیگه کمکی میاریم. ولی به صلاح نیست خان، اگر یک یا ده نفر بودن اشکالی نداشت، الان اونا همه با هم متحد شدن. در شرایط فعلی به نظر من بهتر همه رو ببخشید. بعد از یه مدتی برای زبان‌دراز ها پرونده سازی میکنیم که ادب بشن، مخصوصا علی اصغر. شما اگر اونو ببخشید مردم شرمنده بزرگواری شما میشن. من به شما قول میدم جوری علی اصغر ادب بکنم که بقیه عبرت بگیرن. اجازه بفرمایید همه چیز قانونی حل بشه. شما خودتان که بهتر میدانید، مردم دارن پررو میشن. مهندس راست میگه آقا بزرگ، الان وقت جلب حمایت مردمه، نه دشمنی. خسته شدن، برید بیرون، هر کار رو لازم انجام بده. هدایت با من کاری ندارد خانم؟ نه برو بخوام. مملکت داره عوض میشه مرجان. برای تو مملکت فقط خانه. اشتباه تو همینه. که چی؟ که مملکت فقط خانه نیست. سوال های سال مملکت دست همینا بوده. باید بشینیم ببینیم چی میشه. دفعه آخرتان باشه، فهمیدید؟ بله آقا. ببخشید آقای مدیر، کتاب قدیمی کلاس اول داریم توی دفتر؟ ردیف اول کتابخانه یکی است. چند تا زدم؟ هشت. نو. ده. یازده. بالا. دوازده. سیزده. چهارده. پونزده. شانزده. هفده. این کتاب کلاس اوله. مطمئنی میخواد یاد بگیره؟ عاشق سواده، ولی خیلی میترسم. نمیدونم من با شما حرف زدم. اگه پدر مادرم بفهمن، هم ما رو میکشن هم اون. فهمیدید؟ این یه راز باید بین ما بشه. فعلا بریم توی کلاس. بابا. بچه‌ها. بچه‌های کلاس پنجم، کتاب علوم رو باز کنن. شناخت مواد. کوچکترین بخش هر ماده را مولکول می نامیم. یادداشت کنید. سلام آقای مدیر. بچه ها این حرف ا
صداش چیه؟ آقای برای درس کلاسیه که برای یادآوری مصطفی. همه تکرار کنن، حرف نباشه، بشین. صداش چیه؟ مسابقه دو هر که با ما اسمت یلنگ دفاع بایسته چیکار میکنه پدر سوختا؟ تو مسابقه دو از دنیا بردیم. سلامتون کن. سلام. اینجا چه خبره؟ بچه ها داشتم با این دختره بازی میکردم. سلام خانم. سلام. زیاد نریزی تلخ بشه. اون لبخور خوب نگاه کن سنگ نداشته باشه. دنیا جان دختر اون ملاقه رو برای من بیار. معلم داره میه. دنیا جان برو رو بشه بردر بیار. دکتر جان آتیش زیرونه زیاد کن. آقا معلم اومد. بده من. سلام من شیفت. به به دست شما درد نکنی. خوش آمدید. مبارک باشید. مبارک باشید. تبریک میگم. سلام زنده باشید. سلام علیکم.
ما هرچه داریم از شما داریم آقا معلم. من که کاری نکردم. عروسیه، حرفای شاد بزنید. بفرمایید، بفرمایید داخل. حواست کجا رفته دختر؟ عروس آوردن. برو تماشا کن. خوش آمدید. بفرمایید، بفرمایید داخل. آو شما کجا؟ میخوای داماد چی؟ برای مدرسه یه داماد کافیه. دختر جان یه آب بده. اینم مواجب امروزت. آفرین، از کار تو راضی بودم. تو میتونی آشپز خوبی بشی. بگیر دختر. من دیگه برم با خانه. بیچاره پیرمرد از صبح تنهایه. شم میخوای بخوابی قفل پشت در بنداز. چشم. مطمئن. آره خانم با گوشای خودم شنیدم. خیلی خوب برو. باز که راه افتادیم مادر جون. تو اتاق آدم دلش میگیره. از اینجا بهتر میشه دنیا رو دید. بفرمایید اینجا بشینید. حرفم که نمیزنین دلتون باز شه. از روزی که اومدم صداتون رو نشنیدم. کم حرف زدم که تونستم دووم بیارم دختر جان. ایشالله خدا به تو یه پسر بده.
شما هم که حرف خانو میزنی. خم به خاطر پسر میگی، ولی من به خاطر خودت میگم. جام شدید. هر چی درو می‌ذارین داره باز نمی‌کنن. رحمت داره میاد. رحمت سلام. سلام رحمت. اکبر کجاست؟ اکبر من زحمت بود کلید کارخانه رو به من داد، من داره باز کنم. اصلا برو متوخانه رو روشن کن. بلای سرت بیارم که دیگه نتونی نفس بکشی. کارخانه را آتش بزنی ها؟ بختانم من که کاری نکردم، فقط دکمه خفه شو ببرینش. چشم شما میره سر کارتا. یالا رحمت. بلا آفرین بسر، کارتو خوب انجام دادی. دیگه هم نمیخواد بری بار بری، میفرستم رو دست اکبر حالا سر کارگرا باشی. کدام رو به دقا ما نیست؟ حالا برو به اکبر بگو پیداش بشه. باشه جار. استفاده از نفت به صورت امروزی مدت بسیاری نیست که معمول گردیده است و هنوز از هر نوع سیب
چاهای نفت در آمریکا بیشتر از 100 سال می‌گذرد. امروز نفت در دنیا اهمیت فراوانی یافته است. اتومبیلی که بر آن سوار می‌شویم، تراکتوری که آن را در کارهای کشاورزی به کار می‌برند، کشتی‌هایی که در دریا حرکت می‌کنند، هواپیماهایی که در آسمان پرواز می‌کنند. بیشتر ماشین‌ها و بعضی از کارخانه‌ها با مواد نفتی کار می‌کنند. از آن گذشته صدها ماده دیگر از نفت به دست می‌آید. بسیاری از وسایل پلاستیکی مانند بطری، لوله، صفحه گرامافون، انواع اسباب بازی، کف پوش اتاق و چیزهای دیگر کف پوش اتاق و چیزهای دیگر از مواد نفتی ساخته می شود. وقتی که در روی جاده ها و خیابان های آثار شده راه می روید، هیچ فکر می کنید که آنچه در زیر پای شماست با ماده نفتی ساخته شده است؟ این ماده سیاه رنگی است که از نفت خام به دست می آید. آن را با شن و ماسه مخلوط می کنند و بر اثر سطح جاده ها و خیابان ها می ریزند و می کوبند یا فشار می دهند تا پوشش سختی کنند. چیکار می کنید خانم اینجا؟ نفت را از ببخشید آقای مادی، دنبال بهروز و بهتر آمدم، بچه های مهندس. زود آمدی خانم، بفرما این کلاس خالیه، بشینید تا زنگ بخوره. آن چاهایی عمیق مگه نگفتم کسی دفتر من نیاد اکبر؟ پدر علی اصغر آقای مهندس. برو پاسکا پسرتو ببین. پسرم تازه داماده، خوبی نداره برای زندان آقای مهندس. به خاطر ریش سفید من پسرم آزاد کن. زندگی را میفروشم، خسارت میدم. میکانیک خبر کن موتورخانه را تعمیر کنه. بگوستیم که شیش هم عوض خونه. چشم آقا. اگه از شما خواهش کنم، پسرم اگه زندان دیاد مادر از غصه میمیرد. برید برید برید، میخوام در اتاق مهندس رو ببندم. برید خواهش میکنم اکبر جان، یک کاری بکن برای من اکبر جان. آقا آجان، یک کاری جان، حواست به غذای من باشه، ببینم این دختر چی میگه. بفرمایین بشینین. برای چی میخوای سواد یاد بگیری؟ به چه کارت میاد؟ از روزی که خان قلم آقا جانم رو شکست و به خاطر سیلی به گوشش زد، با خودم گفتم حتما باید باسواد بشم. آقا جانم سواد نداشت.
فقط قلم به جیبش زده بود. پس با این کار میخوای از خان انتقام بگیری؟ نه، ارزش هر کس به دانایی اوست. چی گفتی؟ حرف من نیست، فرمایش مولا علیه. من یک کتاب دارم، نهج البلاغه. از آن کتاب فقط همین یه جمله رو بلدم. بچه ها بشینید. تکرار کن. جوش آمد. دست در نکنه، کم کن زیرشو. حرفو با جمله‌ای که میگم مشق کن. از بهداد کمک بگیر. چشم. آن مرد آمد. سلام علیکم. خدا دادم من برس آقا معلم. چی شده من شده؟ بدبخت شدم. خدا آقا معلم. بیچاره شدم. خدا این حرفا چیه؟ بفرمایید سلام. خوش آمدید. سلام علیکم. من شیب است. چی شد مگه؟ آمده شکایت شما رو بکنه. ما شاگرد اولیم رو بابا خانم. بیا دنیا. اینه ببر مواظب باش نریزی دختر. حواسم هست. شما لطف کنین اجازه بدین الیاسخر آزاد بشه. پیگیری کنین اگه الیاسخر مقصر بود این بنده خدا حاضرن خسارت رو بدن. اصلا صحبت خسارت نیست. پس صحبت چیه آقای مهندس؟ اگه الیاسخر تنبیه نشه سنگ بنای میشه برای بقیه که هر کسی خرابکاری میکنه خیالش راحته که بخشیده میشه. شما هر تنبیه میخوای بکن بکن غیر زندان. آوری ما میره پام تالا با پاسگاه کشیده نشد. حقوق شکم کن. آقای مهندسین بند خدا گرفتارن. خوش نشینن. نه باقی نه زمینی. به شرطی حاضرم رضایت بدم که علی اصغر از کارخانه اخراج بشه. تازه زن گرفته. چی بخوره مهندس؟ بره کارگری مردم. هی آقا کار کجا بود؟ باور کنید غیر از این کاری از دست من بر نمیاد. تو همینجاشم نذاشم به گوش خان برسه. هدایت خانم خبر نداره.
در واقع به این ترتیب شما با این کار هم یک کارگر یاغی رو اخراج میکنید، هم بقیه کارگرها میفهمن که نباید پشتم در بیان دست از کار بکشن. باور کنید بعد از جلسه با خان منتظر چنین روزی بودم. منظورتون اینه که منظور منو شما خوب فهمیدید. نگران این بنده خدا نباشید، متوجه عرایض بنده نشد. چی میگی مشیوز؟ بریم پسر ما آزادتون آقای معلم. از کارخانه اخراج میشه. فدای سر یه لقمه نان خدا میده. نه بنده خدا، ما همه وسیله هستیم. هملت به گوشت خورده مشیوز؟ املت؟ توش یه گورکن داره. حرفای تو من یاد حرفای اون میندازه. پاشو بریم مشیوز. من میرسنم تن. خدا پدرت بیامد مهندس، شرمنده ایمی. مشیوز، منم رعیت زادم، مثل شما. به اقتضای زمان البته. سرت به کار خود باشه پسر جان. مثل اینکه حرفای خان یادت رفته. تشریف میبری؟ زحمت دادیم. بچه ها خوب آقای سفیدرودی؟ من خیلی ازشون راضیم. بسیار لطیف و مهربانن. معلومه که طبعشان به شما رفته. شما خیلی لطف داریم. شیرین دیگه چی بود؟ بریم دیرم شد. سلام. سلام. سلام بچه ها. بینید دستتان رو بخانیم. چشم. سلام علیکم. نمیافتم امو سراب، چیه سراسیمه ای؟ خوابه بده دیدم،